یک گروه خرخون تو دنیا وجود داره که بهشون میگن ICANN. ICANN مخفف اینترنت کورپوریشن فور اساین نیمز اند نمبرز، که یعنی شرکت اینترنتی برای نام‌ها و اعداد واگذار شده. کلید اینترنت دنیا دست این شرکته. این شرکت قدرت خودشو به 7 قسمت تقسیم کرده، یعنی 7 تا کلید درست کرده که دست 7 نفر تو سطح دنیاست. با هر کدوم از این کلیدها میتونی اینترنت دنیا رو شات داون کنی. فکر نکنید کلید مجازیه، اینها کلیدهای واقعیه. اگر بخوای این کلیدها رو درک کنی، باید چند تا نکات مهم اینترنتی رو بدونی. اولین چیزی که باید بفهمین DNSه. هر کامپیوتری تو دنیا یک IP آدرس مخصوص خودشو داره. مثلا میخوایم بریم تو توییتر ببینیم دونالد ترامپ امروز چی گفته. نمیخوایم یک شماره خیلی طولانی رو بزنیم تا وصل بشیم به یکی از سرورهای توییتر. فقط میزنیم www.twitter.com. این یک میونبر میزنه به همون شماره. وقتی شما میزنین twitter.com یک پروسه کامل انجام میشه. اول کامپیوترت از سیستم عاملت میپرسه، از مثلا ویندوز. بعد سیستم عامل پیامو میفرسته تو شبکه که وصل بشی به یکی از سرورهای دنیا. بعد سرورهای دنیا پیامو میفرستن به یه مرکزی که تمام سرورهای .com اونجاست. بعد میفرستتش یک سرور دیگه که تشخیص بده این IP آدرس چیه. بعد از اون میفرستت تو سرورهای توییتر. همه این پروسه رو که دیدین تو کسری از ثانیه انجام میشه. تازه تو این مسیر امنیت حرف اولو میزنه. تمام این سیستم به شدت محافظت میشه که آی پی آدرس ها لو نره. هکرها فقط دنبال آی پی آدرسان. مثلا اگر آی پی آدرس یک بانک رو به دست بیاره، هر کسی تو وبسایت اون بانک ساین این کنه، تو دام این هکرها میفته و دسترسی به حسابش پیدا میکنن. پس آی پی آدرس شما با سیستم ضمیمه های امنیتی سامانه نام دامنه، یا به انگلیسی DNSSEC Domain Name System Security Extensions محافظت میشه. DNSSEC یک مجموعه از مشخصه های نیروی ضربت مهندسی اینترنت یا Internet Engineering Task Force IETF برای تأمین امنیت برخی از انواع اطلاعات آماده شده به وسیله سامانه نام دامنه، به طوری که در پروتکل اینترنت یا همون اینترنت پروتکل و به اختصار IP شبکه ها استفاده میشه. این DNSSEC یک کلید خصوصی داره، یک کلید عمومی. به شماره کلید عمومی همه دسترسی دارن، اما کلید خصوصی به شدت محافظت میشه. در بین راه DNSSEC تصمیم میگیره که شما رو به توییتر وصل کنه یا نه. DNSEC کلید عمومی و کلید خصوصی رو با هم مقایسه میکنه و در صورت درست بودن راه میده تو توییتر. و این مهمترین رکن اینترنته، چون اگر DNSSEC ببینه مشکلی در IP آدرس داره و به هم مچ نمیشه، شما رو راه نمیده، چون ممکنه تو دام هکرها بیفتید. اما تمام کلیدهای اینترنت به ICANN وصله. ICANN تمام کلیدها رو کنترل میکنه. IP آدرس عمومی ICANN اینه. همه به این شماره دسترسی دارن. این همون کلید عمومی است، اما کلید خصوصی و مخفی خیلی 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 محرمانه است. خب حالا ببینیم شماره خصوصی که هیچکی نمیدونه چیه کجا نگهداری میشه. این شماره ها توی هارد درایو واقعی توی یک جعبه نگهداری میشه که بهشون میگن Hardware Security Modules یا HSM. 4 تا از این هارد درایو ها وجود داره تو دنیا که دوتا دوتا با همن. دوتاش تو ال سگوندای کالیفرنیاه و دوتاش هم تو کالپپر ویرجینیاه. این دوتا مرکز به شدت نگهداری میشن، یعنی از پنتاگون شدیدتر. حالا فرض کنیم یکی رفته تو اون مرکز و خودشو رسونده به جعبه ها، ولی برای ورود به اون به یک کارت احتیاج داری. 7 تا کارت ورود وجود داره که تو جعبه های خودشونن و یه جا دیگه. برای دسترسی به هر کدوم از اون کارت ها یک کلید لازم داری. پس 7 تا کلید داریم که پلو 7 نفر تو نقاط مختلف دنیاست.
آیکن 7 نفر آدم مطمئن رو تو دنیا انتخاب کرده و کلیدا رو داده به اونا. اینم اسماشونه، آدمای مخفی نیستن. این 7 نفر یه نفری هیچ زوری ندارن. هر کدوم از اینا اگر بخوان به یک هاردور دسترسی پیدا کنن امکانش نیست. باید حتما 5 تا از این آدما جمع بشن تا بتونن به یه هاردور دسترسی پیدا کنن. وقتی 5 تا از اینا جمع بشن و کلیداشون رو بذارن رو هم، خیلی کارا میتونن بکنن. میتونن اینترنت دنیا رو خاموش کنن. ولی 5 تا از اونا باید با هم جمع بشن و بیان آمریکا و خودشون رو برسونن به اون دوتا مرکز. حالا اگر بتونن برن تو، میتونن اینترنت رو قطع کنن. خیلی ها میگن این 7 نفر پرقدرت ترین آدم های دنیان، ولی اینطوری نیست. قدرت دست یه جا دیگه است. اینا فقط مأمورن که کلیدا رو نگهداری کنن، ولی اونی که بتونه اینترنت دنیا رو قطع کنه پرقدرت ترین انسان روی کره زمینه که واقعا نمیدونیم این آدم کیه. شما میدونین؟ لطفاً کامنت بدین. لینک منابع این ویدیو در قسمت توضیحاته که اگر خواستین چک بکنین.